طالبان راه کندهار و روزگان را از 3 سال به این سو بستند و مسئولان دولتی و مردم عام در این راه رفت و آمد نمی توانند. حکومت مجبور شده تا کار ساخت و ساز اساسی راه بدیل را به طول 30 کیلومتر به روزگان آغاز کند. اما کار ساختی این سرک امواره به دلایل نامعلوم متوقف می شود. رفت و آمد کنندگان به روزگان و کندهار می گویند که بخش عمده این راه خراب است و در بیشتر موارد حتی مریضان به امین علت جانهایشان را از دست می دهند. مسلمانی لار نده پر آره پوستا بانی مرا گرزی ولی کدش کرا نوا 500 روپی را که 1000 روپی را سال 500 ساعت چلور دیم ساعت لار دلاف نو دیر خراب دی مشکل دی مطر آور اسکی تیرون خراب دی گولی خراب دی عرب آور اسکی نو یادداشت نو مشتا خو نو وطل ستن افشیس نسی مرا دا شپس و ولگ یالا تو ولگ زما شپر زر ماش دی شپر زر زد کری ورکوم بیل دوری بیل مصرف دولت مرسره کم دی کم کاری کرید دا نور مریضان خو پر دې ناراضي هغه خواجل مریضان خو را رسیدي نه هغه خواله تمری. اما محمد صابر احمدزی رئیس فواید عامه کندهار میگوید که تا حالا 13 کیلومتری این سرک ساخته شده و متبقی کار آن نیز تا 2 ماه دیگر تکمیل خواهد شد. به گفته آقای احمدزی تنها کار ترمیم این را 30 میلیون افغانی از اینه برمی‌دارد. اده مالی لگه کسده و نویم کال که 10 میلیون افغانی وزارت لخوا وزارت مالی لخوا دا منظور سوی متاسفانه سه کار روز درنید نه میلیون مصرف سوی یه 20 میلیون افغانی پاتی دیم اکثرا سه اغم دا تدارکاتی چار لکس مانس بیادوان اکر اغم خلاص سوی دی اغم انشالله مک به مصرف کو سه دی پلچکونه دی مابرونه دی او بعض جوی که استناد دیوال نقواری سه اغم انشالله مصرفو. اصوی هم عبدالحنان منیب معاون والی کندهار و رحیم الله معاون قول اردوی 205 اتل در این ولایت میگویند که این بار موضوع تامین امنیت و کار ساخت این سرک با جدیت نظارت خواهد شد. یو ډیر کلک اعظم باندې او دام اراده کړی ده چې د خپل ولس لپاره دا سړک جوړ سي. موږ به هیڅ نوه سالنګاري په دې کې ونه کړو خو ځینې وخت تخنیکي ستونزې دي هغه په وجود راځي چې د څه وخت راهیسې دا سړک ولاړو نو موږ انشاءالله ولس ته ډاډ ورکړو چې خپل نهایي کوشش به کړو چې دغه پروژه تکمیل کړو. راه کندهار و روزگان نه تنها به علت خرابی آن به یک مشکل عمده برای رفت و آمد کنندگان مبدل شده، بلکه شماری از مسافران از برخورد نادرست پلیس در طول این راه نیز شکایت می کنند. خلیل سلطانی، رادیو آزادی، کابل.